سرخط مهمترین خبرها. ادامه واکنش ها و حمایت های مردمی از تلویزیون تمدن. علمای چندین ولایت با ارسال بیانیه های حمایتشان را از این تلویزیون اعلام کردند. رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان گفت تلویزیون ارزشمدار تمدن شایسته حمایت است. تلویزیون تمدن از رسانه های ارزشی است که کارش روشنگری بوده و خب معلوم است که اگر ما بخوایم در کشور ثبات برقرار شود، امنیت و صلح برقرار شود، باید فرهنگ جامعه بالا بره و تلویزیون تمدن از ابتدای تأسیس تا حالا در راستای روشنگری و بالا بردن فرهنگ جامعه تلاش کرده. تأکید دوباره یوناما برای پایان دادن به محدودیت ها در برابر آموزش دختران. همزمان سرپرست وزارت تحصیلات عالی و اعداد با اهل علم و قلم همکاری خواهند کرد. کل پجه تعهد و عوضه ایمن و وعده وش پجه میدان کی با همکاری کنید. و هشدار چین به غربی ها نسبت به شعله‌ور کردن جنگ اوکراین. بیجینگ گفت ممکن است این درگیری از کنترل خارج شود. ما از دولت‌های مربوطه می‌خواهیم فوراً تحریک بحران را متوقف کنند. چین را مسئول ندانند و از ایجاد ایاهو و پروپاگاندای مانند اوکراین امروز و تایوان فردا دست بردارند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت می کنم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. رئیس عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان با هیئت همراه به تلویزیون تمدن حضور یافته و با مسئولان و کارمندان این رسانه دیدار کرد. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری تلویزیون تمدن را رسانه ارزشگرا و روشنگری خواند که در راستای اخوت و صلح و ثبات در کشور تلاش می‌کند. او با اشاره به حادثه هفته گذشته نیز افزود تلویزیون تمدن شایسته تقدیر است، نه برخوردهای سبکسرانه. محمد جواد محسنی رئیس عمومی تلویزیون تمدن نیز با اشاره به خط و مش اخوتی حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه گفت تلویزیون تمدن با تمام ظرفیت‌هایش راه آکادمیسیان کشور را ادامه می‌دهد. در ادامه واکنش ها و حمایت ها از تلویزیون تمدن، امروز حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری رئیس عمومی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان با هیئت همراه با مسئولان تلویزیون تمدن دیدار کرد. آقای حسینی مزاری گفت تلویزیون تمدن یک رسانه ارزشگرا است که در روشنگری جامعه، فرهنگ سازی و ترویج آموزه های اسلامی فعالیت می کند. تلویزیون تمدن از رسانه های ارزشی است که کارش روشنگری بوده و خب معلوم است که اگر ما بخوایم در کشور ثبات برقرار شود، امنیت و صلح برقرار شود، باید فرهنگ جامعه بالا بره و تلویزیون تمدن از ابتدای تأسیس تا حالا در راستای روشنگری و بالا بردن فرهنگ جامعه تلاش کرده. رئیس عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان همچنین افزود تلویزیون تمدن به عنوان میراث ماندگار حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه از زمان آغاز به کارش تا کنون در راستای تأمین صلح و ثبات در کشور تلاش کرده و برنامه‌های این رسانه ارزشی برای جامعه مفید است. با گفته او تلویزیون تمدن با چنین رویکرد و برنامه‌های شایسته تقدیر است و نباید با حرکات سبکسرانه به آن توهین شود. این میراث باید گرامی داشته شود، نه اینکه با حرکات سبکسرانه مورد توهین و تحقیر قرار بگیرد. و طبعا گذشته از همه اینها برای جامعه ارزشی، برای نیروهای رسانه‌ای و عناصر فرهنگی سنگین تمام میشه که یک مجموعه همسنفش، یک مجموعه همسلکش این طوری مورد فشار قرار بگیرد.
از سوی هم محمد جواد محسینی در این دیدار گفت تلویزیون تمدن مکلف به خدمتگزاری به مردم مسلمان افغانستان است و با انگیزه تر از گذشته به فعالیتش ادامه خواهد داد. همیشه با امو خط مشی که ما میراث برده بودیم از مرحوم آیت الله محسینی، خط مش اعتدالی، خط مش اخوتی، خط سیاست مناسب که تقویت کنه یک نظام اسلامی رو در داخل افغانستان پیش رفته. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری و هیئت همراهش پس از گفتگو و اعلام حمایت از تلویزیون تمدن از بخش های مختلف این رسانه نیز دیدن کرد. ورود بدون هماهنگی افراد مسلح به تلویزیون تمدن با واکنش های گسترده در صفحات اجتماعی نیز روبرو شده است. کاربران صفحات اجتماعی این اقدام را محکوم و خواهان پیگیری جدی آن شدند. آنان تلویزیون تمدن را رسانه معتبر و مربوط به تمامی مردم متدین افغانستان می دانند که نقش بسیار سازنده در ترویج آموزه های اسلامی و ایجاد اخوت داشته است. موج واکنش ها به ورود افراد مسلح به تلویزیون تمدن در صفحات اجتماعی از فیسبوک و تویتر گرفته تا سایر صفحات مجازی. کاربران فضای مجازی میگویند ورود افراد مسلح به این رسانه ارزشی محکوم است و باید از جانب مسئولان حکومتی به صورت جدی پیگیری گردد. یکی از کاربران نوشته تمدن بیشتر از تلویزیون ملی رسانه ملی بوده است، رسانه‌ای که هیچ قوم و زبان و مذهب افغانستان با آن احساس بیگانگی نمی کند، تنها رسانه‌ای که هر خانواده نسبت به برنامه های آن احساس امنیت اجتماعی و اخلاقی می کند. نشرات تمدن در طول 1.5 دهه با اقبال عمومی روبرو شده است. کاربران صفحات مجازی می گویند برنامه های تمدن متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم مردم افغانستان است و گفته آنها این رسانه همچنین نقش سازنده‌ای را در ترویج معارف اسلامی دارد. کاربر دیگری نوشته تلویزیون تمدن یکی از رسانه های معتبر افغانستان است و نقش بسیار سازنده در ترویج آموزه های اسلامی در جامعه دارد. در ضمن تلویزیون تمدن تنها رسانه بود که ارزش های اسلامی را با تمام مفهوم رعایت می کرد. شهروندان کشور در صفحات اجتماعی با اشاره به فعالیت های ارزشی و دینی تلویزیون تمدن ورود بدون هماهنگی افراد مسلح به این رسانه را غیر قابل توجیه دانسته و از حکومت خواستار جلوگیری از چنین رویدادهای هستند. تمدن رسانه اسلامی با تولید محتوایی با محوریت اخوت اسلامی، عدالت و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان به خصوص مردم افغانستان است. تلویزیون تمدن از زمان تأسیس تا کنون منشوری جز وحدت، یکپارچگی، برابری و برادری ندارد و همواره منادی ارزش‌های ملی و اسلامی در جامعه به شدت پراکنده و متشدد افغانستان بوده است. کاربران صفحات مجازی نوشته اند برخورد با تمدن در شأن این رسانه نبوده و خواست آنها جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی است. اعضای شورای علمای شیعه ولسوالی مرکز بهسود در بیانیه حمایت قاطعشان را از تلویزیون تمدن اعلام کرده که توجه شما را به آن جلب می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شورای علمای ولسوالی مرکز بهسود میدان وردک. اعضای شورای علمای شیعه ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک ضمن حمایت از تلویزیون ارزشی تمدن اعلام می دارد که 1. شبکه تلویزیون تمدن یک شبکه کاملا اسلامی بوده و نشرات آن مطابق قوانین ملی و بین المللی است که هیچ تخطی رسانه‌ای از بدو تأسیس الی اکنون ندارد. 2. موفق ترین رسانه در ترویج فرهنگ ناب محمدی صلی الله علیه و سلم و معارف اهل بیت علیه السلام می باشد که نباید نشر معارف دینی و اسلامی و معارف اهل بیت به انزوا کشیده شود.
3. شبکه تلویزیون تمدن در افغانستان یگانه منادی اخوت اسلامی بوده و مطابق برنامه های مدبرانه مؤسس آن از اخوت اسلامی حمایت و در تحقق اخوت اسلامی تلاش نموده است. السلام علی من تبع الهدى، مورخ 2/12/401. شورای علمای شیعه ولسوالی نومیش ولایت دایکندی نیز با نشر اعلامیه حمایتشان را از تلویزیون تمدن اعلام کردند که توجه شما را به متن کامل آن جلب می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شورای علمای شیعه ولسوالی نومیش ولایت دایکندی. شورای علمای ولسوالی نومش ورود افراد مسلح را به ساختمان تلویزیون ارزشی تمدن عمل تأسف‌بار دانسته و این عمل را اهانت آشکار به یک رسانه کاملا اسلامی و ارزش محور می داند و از بزرگان حکومت سرپرست خواهان پیگیری قضیه مذکور و خواهان جلوگیری از تکرار چنین قضایا در آینده می باشد. و السلام علیکم 2/12/1401. در همین حال شخصیت ها و آگاهان کشور کارکردهای تلویزیون تمدن را در ترویج ارزش های دینی و ملی و تحکیم اخوت و برادری میان مسلمانان برجسته دانسته و تداوم فعالیت های آن را حیاتی عنوان کردند. به گفته آگاهان در عصر جهانی شدن و انفجار اطلاعات، رسانه ها مهمترین نقش را در کنترل افکار عمومی و ترویج ارزش ها دارا می باشند. اعتدال و میانه‌روی، اخوت و برادری از پیام‌های نجات بخش دین مبین اسلام است. رسانه‌ها نقش مهم را در ترویج این پیام‌های نجات بخش و مشترک ساختن مسیر مسلمانان دارند. آگاهان نقش تلویزیون تمدن را در تقریب مذاهب اسلامی و ترویج ارزش‌های دینی برجسته دانسته و می‌گویند افغانستان اسلامی در تعامل و همگرایی مذهبی در میان کشورهای اسلامی مثال زدنی است. چی از طریق تلویزیونی که تأسیس کرد، چی از طریق دانشگاهی که تأسیس کرد. استاد محمد یکبری از رهبران جهادی و معاون شورای علمای شیعه افغانستان میگوید تلویزیون تمدن در طول فعالیت خیش همواره در کم ساختن فاصله ها بین مسلمانان تلاش کرده است. حالا شما میبینید مردم افغانستان همه میبیند که در تلویزیون تمدن احکام فقه جعفری هم درس گفته میشه توسط عالم شیعه، احکام فقه حنفی هم توسط یکی از عالم دینی اهل سنت پیروان امام ابو حنیفه در اونجا درس فقه حنفی رو میگه با آزادی کامل در یک فضای بسیار دوستانه و مساعد. از نظر آگاهان تمامی معیارها و عنعنات اسلامی و کشوری در پوشش، گفتار و برنامه‌های تلویزیون تمدن رعایت شده. اینجا هم رحم الله کشاف بر تداوم فعالیت‌های این شبکه اسلامی تاکید دارد. تمرکزش سر وحدت و برادری و صمیمیت و یک دیگر پذیری بوده که نباید فراموش بکنیم. مسائل اختلافی در تلویزیون بحث نمیشه، بیشتر همون مسائلی را بحث میکنه، بر مسائل وحدت و همبستگی را بحث میکنه. تلویزیون ارزشی تمدن این بستر مناسب را برای تحقق این ارزش ها و معیارها آماده نمود و در فضاهای مختلف و زوایای مختلف و با اون درایت و فضای هنری توانست این ارزش ها را برای مخاطبین منعکس نماید و ما الحمدلله تأثیرات ارزشمند اون را الان متوجه میشیم. شهروندان میگویند تلویزیون تمدن مناسب هر خانواده است و همه مردم افغانستان این تلویزیون را از خودشان میدانند. خداوند آقای وسیله را ببخشه بیامرزه. دمی نمیگفت که شیعه کیست یا اون کیست دیگه کیست بمیدانه. کلگیش خدمت میکرد بمیدانه. کلگی مردم تمدن نمیدونی باره دیگه نمی خدمت خود میکرد دیگه. تلویزیون تمدن یه خدمتگار است. خدمت به مردم کرده، در بین مردم دوستی و برادری را زیادتر ساخته،
فامیلی فرق نکرده که کی افغان است، کی هزاره است، کی ازبک است، کلا گیرده یکیشون دیده. تحکیم پایه‌های اخوت اسلامی و وحدت ملی در کشور یکی از نکات مورد توجه حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه بوده است. تلاش هایی که بعد از رحلت اکادمیسیان کشور نیز از طریق نهادهایی که مربوط به آن فقیه فرزانه می باشد، از جمله تلویزیون تمدن، با پشتکار و جدیت دنبال می شود. و حالا بیننده چند خبر کوتاه باشید. مرز ترخم که گذرگاه کلیدی میان افغانستان و پاکستان است برای سومین روز همچنان مسدود ماند. بر اساس گزارش ها مسدود ماندن این گذرگاه منجر به توقف هزاران موتر باربری شده. برخی رسانه ها شمار موترهای گیر مانده را 6000 گزارش کردند. مرز ترخم روز یکشنبه از سوی کابل به دلیل عملی نشدن تعهدات پاکستان مسدود شد و دو طرف در تلاشند این مشکل را برطرف کنند. بانک مرکزی از رسیدن یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری کمک نقدی سازمان ملل به کابل خبر داد. گفته شده تا کنون 26 بسته 40 میلیون دلاری و بیش از 30 بسته 32 میلیون دلاری به افغانستان رسیده است. بر اساس آمارها در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی در 1.5 سال گذشته به بیش از 1 میلیارد و 993 میلیون دلار می‌رسد. معاونت اقتصادی نخست وزیر اعلام کرده که بر اساس فیصله کمیسیون اقتصادی 11 پروژه زیربنایی که کار آن ناتمام بودند در بودجه انکشافی 1402 گنجانیده و کار روی آن آغاز خواهد شد. این پروژه ها شامل بند کمالخان، بند شاه و عروس، پروژه بند پاشدان، سرک دوم کابل لوگر، میدان هوایی خوست و تخار، بند بادغیس، اسفالت سرک تخار و ورسج، ساخت مرکز درمان سرطان در شفاخانه علی آباد و چند پروژه آبرسانی در ولایات مختلف است. همزمان در آستانه سال جدید تعلیمی یونما یک بار دیگر بر منع آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرد. این نهاد از سران کابل خواست است که درباره این تصمیم تجدید نظر کنند. از سوی هم شماره از مقامات حکومتی در کابل در یک نشست علمی گفتند آبادی کشور بستگی به میزان علم و دانش دارد. آنان اما در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران چیز نگفتند. ادامه واکنش ها به بسته ماندن درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران. به تازگی یونما ممنوعیت آموزش دختران را نقض حقوق بشر خوانده و از کابل خواسته درباره این تصمیم تجدید نظر کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با تاکید بر دوام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفت اتحادیه اروپا نمی‌تواند در مقابل تصمیم سران کابل سکوت کند. ما نمی توانیم در مقابل تصامیم طالبان ساکت بمانیم. آنها کاملا در برابر خشونت و تبعیض علیه زنان مقصر و پاسخگو هستند. اینجا در دانشگاه کابل اما نشست در مورد تقویت تحصیلات عالی برگزار شد. نشست که در آن صحبتی از بازگشایی درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران نیست. مقام‌های حکومتی هم به اهمیت علم و دانش پرداخته گفتند پیشرفت و آبادی کشور بستگی به میزان علم و تحصیل جامعه دارد. او کوشش دا وسی شایلی که ایجاد د علوم ولرو د دنیا سره زانون سیال کو په دنیا په زانون ورسو په دې میدان کې چې کم نیمګړتیا لرو هغه نیمګړتیا مو هم را پورس په دا مقصد او هدف باندې همدا سلسله روانه ده. او نظام دوهم استر اساسی وظیفه آغا تعلیم گنل کی او دا وزارت جوړ شوی د تعلیم په خاطر ده، بلکې په دې وزارت کې یو پونځه یو چې لګه یې غبرخه پراخه شي په هنتون درسیږي تعلیم او تربیه مقدسی پونځه لرو چې آغا د هیواد په تعلیم باندې نګه ترکیز کوي. با این حال برغم درخواست‌های داخلی و خارجی برای بازگشایی مکاتب دخترانه و از سرگیری آموزش دختران در دانشگاه‌ها تا کنون تصمیمی روشنی در این مورد اتخاذ نشده است. نظام آموزشی و زمینه برای تحصیل اتباعی کشور چی ذکور و اوناست از وظایف عمده نظام است. در این مورد حدوداً اکسسل گام‌های
برداشته شده و به موقع این چالش حل خواهد شد. هیچ دلیلی از سوی طالبان برای ادامه ممنوعیت دختران و زنان قابل پذیرش نیست. در چنین وضعیتی چشمانداز نسل‌های آینده و چشمانداز آینده جامعه ما برای رسیدن به رشد یافتگی و بالندگی متاسفانه تیره و تار هست. این در حالی است که پیش از این برخی از اعضای کابینه گفته بودند باید به خواستای مشروع مردم توجه صورت گیرد. وزارت حج و اوقاف از آغاز یک دوره آموزش ترجمه و تفسیر قرآن کریم در مراکز نظامی خبر داد. سرپرست این وزارت گفته این دوره به شمول 29 مرکز آموزشی مشخص در کابل در ولایت دیگر نیز برگزار خواهد شد. همزمان علمای دین بر اهمیت ترجمه و تفسیر قرآن کریم تأکید می کنند. آغاز دوره آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن کریم در مراکز نظامی تا یک روز دیگر. گفته شده این برنامه به دستور و هدایت نخست وزیر برا انداخته شده و هر مرکز نظامی باید حداقل دو دوره آموزشی را سپری کنند. فیصله شو چه در افغانستان اسلامی مرکز ارشاد حج و اوقاف وزارت تر نگرانی و اشراف لاندې دی د ټول هیواد په سطح هم په مرکز او هم په څلور دیرش ولایاتو کې د قرآن عظیم شان د ترجمو ترتیب جوړ شي. وزارت حج و اوقاف اعلام کرده به شمول 29 مکان مشخص آموزشی در کابل 212 مرکز آموزشی دیگر در ولایات نیز توسط عالمان دینی برا انداخته می شود. په مرکز او په ولایاتو کې په 212 مرکزونو کې په 212 ځایونو کې به د قرآن عظیم شان ترجمه کیږي. د 212 جیدو علما کرام او شیوخ عظام دغه علما دین هم بر اهمیت و بهره‌گیری از دوره‌های آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن کریم تاکید کردن میگویند فراگیری این درس ها مهم و ضروری است. دا بالکل په موږ باندې فرض لازم دی خدمت وکړو که دا خو ډېره غټه دا خو خپل کار ده ترجمه که نور کاري باید دې ته به چمتو یو او د دې خپل امارت اسلامي سره به مکمل امداد کوو. داسې نه ده چې موږ امارت اسلامي والا ته وحی راځي. با این حال این برنامه آموزشی از فردا چهارشنبه آغاز و تا 25 ماه مبارک رمضان ادامه خواهد یافت. همچنان قرار است برنامه تفسیر و ترجمه قرآن کریم از طریق رسانه ها به زبان های دری و پشتو نیز نشر گردد. در ادامه می بینید. بیانیه کمپیشینه شورای امنیت سازمان ملل علیه برخی اقدامات رژیم اسرائیل. این شورا در بیانیه رسمی برنامه های این رژیم برای گسترش شهرک ها در اراضی اشغالی را محکوم کرد. و وقوع دو زمین لرزه جدید با قدرت 6.4 ریشتری در ولایت حتای ترکیه. پس از این زلزله ها ده ها پس لرزنه استاکنون ثبت شده است. و دنبال تشدید کمک های نظامی غرب و اوکراین وزیر خارجه چین هشدار داد ممکن است این درگیری از کنترل خارج شود. کینگونگ از همه کشورها خواست از شعله‌ور کردن جنگ اوکراین جلوگیری کنند. از سوی هم جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش سربازان روسی در اوکراین گفت چند هفته پیش رو برای آینده این جنگ بسیار تعیین کننده است. مرحله جدید درگیری ها در شرق اوکراین با نزدیک شدن 24 فوریه سال روز حمله روسیه به اوکراین دو طرف آماده نبرد های خونین. اینجا وزیر خارجه چین نسبت به پیامدهای این نبرد هشدار داد و گفت ممکن است این جنگ از کنترل خارج شود. او همچنان بر ادامه تلاش های بیجینگ برای حل و فصل این جنگ از راه مصالحه تاکید کرد. ما از دولت‌های مربوطه می‌خواهیم فوراً تحریک بحران را متوقف کنند. چین را مسئول ندانند و از ایجاد ایاهو و پروپاگاندای مانند اوکراین امروز و تایوان فردا دست بردارند. همزمان وانگی مسئول ارشد سیاسی در حزب کمونیست چین به منظور انجام مذاکرات در خصوص یک طرح صلح احتمالی برای اوکراین وارد مسکو شد.
از سوی دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افزایش تعداد سربازان روسیه در اوکراین اشاره کرد و گفت مسکو به تازگی تعداد سربازان خود را به حدود دو برابر افزایش داده و چند هفته پیش رو برای آینده جنگ بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. ارتش اوکراین برای مقابله با حملات روسیه فوراً به مقادیر زیاد مهمات نیاز دارد. بهترین راه برای رساندن سریع مهمات به اوکراین این است که ذخایر موجود ارتش اروپا را به اشتراک بگذاریم تا زمان برای تولید مهمات مورد نیاز تلف نشود. در ادامه اقدامات غربی ها برای شعله‌ور کردن جنگ اوکراین، دیروز جو بایدن در سفری به کیف وعده کمک تسلیحات سنگین نظامی به ارزش $500 میلیون به اوکراین داد. سفری با هماهنگی و تضمین های امنیتی روسیه. من و جو بایدن در مورد چگونگی انجام هر کاری برای تضمین پیروزی مشترکمان در سال جاری در جنگی که روسیه براه انداخت صحبت کردیم. در این حال ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت اگر چین از روسیه حمایت کند جنگ جهانی سوم را خواهد داد. چین تا حالا کمک نظامی به روسیه را تایید نکرده و خواهان پایان این جنگ از راه گفتگوست. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه رسمی برنامه‌های رژیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌ها در اراضی اشغالی را محکوم کرد. در این بیانیه شورای امنیت تأکید شده تداوم فعالیت‌های شهرک‌سازی این رژیم به شکل خطرناک همه راه حل‌ها را به خطر می‌اندازد. این بیانیه با موافقت تمام 15 عضو شورای امنیت و بدون وتوی آمریکا بعد از 6 سال علیه رژیم اسرائیل تصویب شد. در پیشنویس بیانیه ارائه شده توسط امارات بر لزوم توقف کامل و فوری تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین تأکید شده بود که به دلیل نگرانی از ویتوی آمریکا حذف شد. شامگاه روز گذشته دو زمین لرزه با قدرت 6.4 درجه ریشتر ولایت حتای ترکیه را به شدت تکان داد. وزیر داخلی این کشور اعلام کرد در پی وقوع این زمین لرزه های جدید 3 نفر جان باخته و 294 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان مدیریت حوادث غیر مترقبه ترکیه گفت پس از دو زلزله جدید 32 پس لرزه تا کنون ثبت شده است. این دو زمین لرزه در حال به وقوع پیوسته که دو هفته پیش 11 ولایت ترکیه شاهد مرگبارترین زلزله با قدرت 7.8 درجه ریشتر بود که بیش از 41,000 کشته بر جا گذاشت. شهرداری مزار شریف اعلام کرده که در سال جاری کار 21 پروژه عمرانی را تکمیل کرده اند. گفته شده هزینه مجموعی این پروژه ها به شمول معاشات کارمندان بیش از 500 میلیون افغانی بوده که از عواید این اداره پرداخت شده است. باشندگان شهر مزار شریف نیز در کنار استقبال از کارکرد شهرداری میگن در شهر هنوز مشکلات فراوانی وجود دارد. گزارش از کارکردهای یک ساله شهرداری مزار شریف. نقیب الله طارق شهردار مزار شریف اینجا به خبرنگاران گفت در سال جاری کار دست کم 21 پروژه تکمیل شده است. پروژه هایی که به گفته او از عواید داخلی تأمین شده و هزینه مجموعی آن 500 میلیون افغانی می باشد. مجموعه که ما تارگیت دما داده شده بوده 1512 میلیون بوده، 512 میلیون تارگیت ما بوده. در این مصارف 21 پروژه کل شامل بوده، معاشات کارمنده شامل بوده، بغیر از او ما ای تو کدام مصارف دیگه نداشتیم. اینمی 512 میلیون ما کلش به همی پروژه و کانکریت ریزی به جوچکا و پلچکا به جغل اندازی به معاشات ما مصرف کردیم. ساخت و ساز سرکا، کانال های آبیاری و پاکسازی جاده های شهر مزار شریف از جمله این پروژه هاست. شهردار شهر مزار شریف همچنین گفت در سال پیش رو نیز در نظر دارد تا 24 پروژه دیگر را در نواحی مختلف شهر مزار شریف تطبیق کند. 202 که هست 621 میلیون است. 621 میلیون که 100 تقریبا چند میلیون ما بالا شدیم، به خاطر از اینکه از این معلوم میشه که کار زیاد شده، کار زیاد است. مردم مخواهشاتش زیاد است که کار شوه. وقتی که کار نمی شده باز بودجه ما تخمینی بالا نمی رفته دیگه.
بودجه ما بالا رفت، الحمدلله کارم شده و از این بعد کار زیاد میشه. از سوی هم باشندگان مزار شریف میگویند با وجود کارکردهای یک سالی شهرداری هنوز هم مشکلات فراوانی در سطح شهر وجود دارد که باید برطرف شود. در قسم که ما شما شاهد بودیم در داخل شهر، شهرداری شهر مزار شریف خیلی فعالیت‌های خوبی کرده. قسمی که دیدیم سرکار شقیر کرده، جاده ها را بسیار مقبول جور کرده. همین خواست ما همیسته که نهایی شهر، البته اگر کوچای پس کوچای که هست، همینا را هم یک ذره توجه خود داشته باشه، خاطر که ما چندین جا شاهد بودیم که هنوز هم تابال کانکریت نشده، قیر نشده، مردم بسیار با مشکلات زیاد روبرو هستند. شهرواری کارمو خوشیدی بد نگی و بیا هم حقا دونی کدر چی باید ویسی حقا دونی نگی پشار که داغ درگ ازیان بنگی اول یا غورپیه باید جور کی یا دا خلق باید تنظیم کی سام او چلکان باید جور کی. با این حال شهرداری مزار شریف در آستانه سالی نو خورشیدی از باشندگان شهر خواسته که در زیبایی و صفای شهر با شهرداری همکاری کنند. و اینک هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 10-1، بامیان آفتابی 3-9، جلال آباد نیمه ابری 22-9، غزنی آفتابی 9-3، قندهار آفتابی 24-6. کندوز نیمه ابری 20-7، لشکرگاه آفتابی 25-6، مزار شریف نیمه ابری 21-9، نیلی نیمه ابری 8-3، هرات آفتابی 19-5. اسلام آباد نیمه ابری 24-11، تهران آفتابی 14-4، دبی نیمه آفتابی 25-18، دهلی نیمه ابری 30-15 و سرانجام مکه آفتابی 33-19. آره با سرخط مهمترین خبرها ادامه واکنش ها و حمایت های مردمی از تلویزیون تمدن. علمای چندین ولایت با ارسال بیانیه های حمایتشان را از این تلویزیون اعلام کردند. رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان گفت تلویزیون ارزشمدار تمدن شایسته حمایت است. تلویزیون تمدن از رسانه های ارزشی است که کارش روشنگری بوده و خب معلوم است که اگر ما بخوایم در کشور ثبات برقرار شود، امنیت و صلح برقرار شود، باید فرهنگ جامعه بالا بره و تلویزیون تمدن از ابتدای تأسیس تا حالا در راستای روشنگری و بالا بردن فرهنگ جامعه تلاش کرده. تأکید دوباره یونما برای پایان دادن به محدودیت ها در برابر آموزش دختران. همزمان سرپرست وزارت تحصیلات عالی وعده‌داد با اهل علم و قلم همکاری خواهند کرد. ټول په دې تعهد و او د ایمان و وعده و چې په دې میدان کې به همکاری کوو. و هشدار چین به غربی ها نسبت به شعله‌ور کردن جنگ اوکراین. بیجینگ گفت ممکن است این درگیری از کنترل خارج شود. ما از دولت‌های مربوطه می‌خواهیم فوراً تحریک بحران را متوقف کنند. چین را مسئول ندانند و از ایجاد ایاهو و پروپاگاندای مانند اوکراین امروز و تایوان فردا دست بردارند. و پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما خوبان. تا درود دیگر، بدرود.